امروز اومدیم درباره پرنده ای صحبت کنیم که هم هزینه خوراک بسیار پایینی داره و هم زیبایی بسیار زیادی داره توی ادامه ویدیو با من همراه باشید سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز به کانال توپاس خوش اومدید امروز میخوایم درباره این پرنده با هم صحبت کنیم قرقابل و میخوایم ببینیم که چرا خیلی ها دوست دارن این پرنده رو پرورش بدن و نگهداری کنن قرقابل رو دوستان به دو دلیل نگهداری میکنن اولی اینه که برای کسب درآمد نگهداری میکنن برای فروش گوشت این پرنده و دومین دلیلش هم به خاطر زیبایی منحصر به فردی که داره اینو نگهداری میکنن داخل باخ ها و ویله نگهداری میکنن و از زیبایی این لذت میبرن این پرنده رو به دو روش نگهداری میکنن یکی اینکه که اینو در قفس نگهداری میکنن دوم اینکه اینو در بستر نگهداری میکنن که گزینه بسترش برای قرقاول بسیار بهتر نسبت به قفس. توجه کنید دوستان کسایی که میخوان قرقاول رو نگهداری کنن و پرورش بدن میتونن هم تخم این پرنده رو بگیرن و بذارن دستگاه باز بشه و جوجه اینو بزرگ کنن و هم میتونن مولد این حیوان رو خریداری کنن که مولد اینو که بخواین خریداری کنید باید سنش بین 11 تا 17 ماه بیشتر نباشه برای نگهداری اگر میخواین پرورش بدید باید بین 11 تا 17 ماه باشه و چیزی که اینجا خیلی مهمه تعداد نر و ماده هایی که خریداری میکنید اگر میخواید مولد این حیون رو خریداری کنید باید توجه کنید که هر هشتا ماده یک دونه نر بیشتر نباید تهیه کنید و اگر پنجاه عدد مثلا اگر پنجاه عدد ماده تهیه میکنید ماده غرقابور رو تهیه میکنید باید 8 عدد نر تهیه کنید به ازای هر 8 عدد ماده یک دونه نر بیشتر نباید بگیرید حالا چرا پرورش قرقاول بهتره؟ پرورش قرقاول به خاطر اینکه هم پرنده بسیار زیباییه و دوم اینکه گوشت خیلی گیرون قیمتی داره نسبت به پرنده های دیگه و گوشتش داخل بازار قیمت بسیار بالایی داره و توجیه اقتصادی خیلی بهتری داره نسبت به پرنده های دیگه نکته بعدی اینه که در برابر بیماری ها خیلی مقاومه در برابر نوسانات آب و هوایی خیلی مقاومه یکی از گزینه های مهمی که میتونی قرقابل رو انتخاب کنی همینه که در برابر بیماری ها بسیار مقاومه چیزی که این پرنده رو بسیار منصر به فرد میکنه که برای خودم هم خیلی جالبه اینه که مدیریت میکنه غذایی که براش میریزی و شما اگر که غذا برای این پرنده بریزی اینو همه این غذا رو مصرف نمیکنه به اندازه نیازش مصرف میکنه و اینو جیره بندی میکنه مثل مثلا مرغ و بلدرچین و اینها نیست شما اگر برای مرغ و بلدرچین داخل دانخوریشون غذا بریزی اینا رو همه رو میخورن و تا جایی که بتونن میخورن و دائم در حال خوردنن ولی شما باید خودتون برای اونها مدیریت کنید غذا رو ولی برای این لازم نیست شما اگر یک کیسه دان هم براشون بریزید اینو خودشون جیره بندی میکنن و به اندازه نیازشون یه وعده ای که لازم دارن میخورن این خیلی جالبه و این خیلی مفیده برای کسی که پرورش دهنده قرقابوله. و هزینه های پرورش قرقاول هم بسیار پایینه چون که در برابر گرما و سرما بسیار مقاومه و همین باعث میشه که هزینه های شما بیاد پایین خیلی ها فکر میکنن که قرقابول رو فقط باید برای گوشت اون پرورش بدن ولی خب این بسیار اشتباه است درسته که پرورش قرقابول برای گوشت این حیوانه چون که گوشت گیرون قیمتی داره ولی تخم این حیوان هم بسیار قیمت بالایی داره نسبت به تخم مرغ و خود این حیوان به خاطر زیبایی منحصر به فردی که داره خیلی ها اینو خریداری میکنن برای داخل باغهاشون ویلاهاشون و خود این هم یه جور فروشه و خیلی ها برای زیبایی این حیوان اینو میان خریداری میکنن از شما و شرایط نگهداری از این حیوان هم بهترین گزینه اینه که اینو در بستر نگهداری کنید یه جایی رو براش در نظر بگیرید هر متر مربع حدود سه یا چهار تا بیشتر قرقابل نمیتونید داخلش نگهداری کنید اینو داخل بستر نگهداری کنید چیزی که هسته این حیوان میتونه پرواز کنه به خاطر همین باید دور تا دور این جایی که میخواید اینو نگهداری کنید حتی سقف اینو تور بکشید اگر جایی تاریکی میخواید نگهداری کنید و جایی که نور کافی نداره از لامپ هایی که لامپ سفیده نباید استفاده کنید دوستان اگر از این نورهای سفید استفاده کنید مبتلا میشن به دیگر خاری برای همین باید در جاهای تاریک اگر میخواین قرقابل رو نگهداری کنید یا از نورهای طبیعی باید استفاده کنید یا از نور مادون قرمز که اینو روشن بذارید برای رشد بهتر قرقابل جالبه که دوستان این حیوانایی که حتی میمیرن مثل مثلا شما قاز دارین خورس زیبایی دارید مرغ زیبایی دارید مثل همین قرقاولایی که همشون زیبا هستن اینا اگر حتی بمیرن مثلا یک مشکلی براشون پیش میاد مریضی براشون پیش میاد حالا به هر دلیلی میمیرن اینها رو حتی شما از شما میخرن و اینها رو میان حالت مجسمه میکنن و میفروشن پس حتی اینها رو میتونه شما بفروشید اگر که بزرگ باشه حیوان که یکی دو تا دونه باشه میاد میخره اگر که کوچیک باشه و مثل مثلا جوجه قاز باشه چیزایی که کوچیک‌تره اینها رو شما میتونید در مثلا فریزر چیزی جایی نگهداری کنید یه تعدادی که شد بعد به طرف زنگ بزنید و بیاد اینها رو از شما بخره این خیلی جالبه که حتی مورد این حیوان رو میشه استفاده کرد و میتونید به فروش برسونید و خود این قرقاول به خاطر اینکه بسیار زیباست خیلی راحت از شما میخرن و با قیمت خیلی خوبی هم از شما میخرن زمانی که حتی این پرنده شما بر دلیلی بمیره حالا پرورش قرقابل از نظر اقتصادی از نظر سوداوری سود داره یا نه نداره ببینید دوستان پرورش تمام پرنده ها سوداوری دارن یه سری از پرنده هستن که توجیه اقتصادی خوبی دارن و میتونید با هزینه کمتری اینها رو نگهداری کنید مثل همین قرقاول که خوراک بسیار پایینی داره گوشت بسیار گیرون قیمتی داره ولی باید تجربه داخل این حرفه رو به دست بیارید و هر پرنده نسبت به پرنده دیگه با هم فرق میکنه شرایط نگهداریشون و شرایط تخم گذاریشون تخمی که بخواید داخل دستگاه تا بذارید این دما رطوبت و, و حتی زمان تولد اون جوجه هم فرق میکنه برای همون باید هر کاری که بخواهید شروع کنید باید از کم شروع کنید اگر بخواید حتی قرقابور رو تخم قرقابور رو داخل دستگاه بذارید با مثلا 200 عدد 300 عدد تخم که شروع کنید حدود 170 درصدش که باز میشه اگه 500 تا تخم بذارید داخل دستگاه حدود 70 درصد که باز بشه 350 تا جوجه بهتون میده تا زمان تولد که اینا رو شما بزرگ کنید و بالاخره مرگ و هم داره شما چون که تجربه کافی هم نداری امکان داره یه تعدادشون زمان نگهداریشون مشکل برشون پیش بیاد مریض بشن بمیرن برای همون شما باید داخل هر کاری اون تجربه کافی رو به دست بیارید و اگر که تجربه کافی رو به دست بیارید داخل پرورش قرقابور بسیار سوداوره پرورش قرقابور و با یک سرمایه گذاری کم با یک تعدادی کم میشه شروع کرد خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید دوستان اگر که درباره پرنده خاصی میخواست اطلاعاتی به دست بیارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید لایک و کامنت و سابسکرایب و یادتون نره شاد و موفق باشید دوستان خدا نگهدار